عرض ادب جناب دارم به شما میران عزیز ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه در 88مین روز جنبش انقلابی ایران اتفاق بزرگی افتاد. همه ما در جریان هستیم در سازمان ملل اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. اتفاق خیلی مهمی است. یادتون باشه همین چند ماه پیش یعنی مارچ گذشته جمهوری اسلامی با موافقت 43 کشور وارد این کمیسیون شده و چند ماه بعد به چه علت؟ به علت پدید آمدن جنبش انقلابی مردم ایران. ببینید این جنبش چه کرده، چه موفقیت های بزرگی داره در سطح جهان به دست میاره و درست اونم در روزهایی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی درش رو گل گرفتن. این جنبش کاری کرده که امروز هیچ دیپلماتی در دنیا حاضر نباشه با دیپلمات های کپک زده یا که حکومت خونریز دیدار کنه. امروز وزیر خارجه ایتالیا عصبانی خشمگین میگه با شدیدترین و تندترین الفاظ سفیر جمهوری اسلامی رو احضار میکنیم برای اعتراض به این کشت و کشتارهایی که داره صورت میده. جالبه این کشتارهای فلعی جمهوری اسلامی، صدور اعدامهای فلعی باعث حیرت و بخت خود آخوندها در قم شده و همجا در حوزه های علمیه نمیدونن چه باید کرد و اعتراضها از هر سو در درون قلعه خود حکومت، در درون قلعه حکومت و با این همه بینوایی و وضعیت فجیع اقتصادی فکر کنید که آقای خامنه ای سازمان امنیت جدید هم تأسیس کرد که همه در جریانش هستیم. سازمان امنیت تازه 16 تا دستگاه امنیتی داره و همه اونها بدگمانه. این یکی رو هم مطمئن باشید به زودی رها میکنه میره سراغ یکی دیگه، چون انقدر عامل نفوذی در این دستگاه ها وجود داره. همین الان این پیروزی بزرگ رو، پیروزی بزرگ سیاست خارجی جنبش انقلابی رو باید به ملت ایران، به زنان ایران تبریک و تهنیت کن. یعنی پیروزی ها اصلا حیرت انگیزه، اونم در این مدت کوتاه و کم به اندک. پیروزی های بزرگ، دستاورد های بزرگ از یک جنبشی که ادامه داره. نگاه کنید با وجود جب سنگین امنیتی در شهرها و نقاط مملکت، کماکان مردم دارن علیه این حکومت، علیه شخص خامنه‌ای، علیه این نظام و تمام دست نشاندگانش شعار میدن. با کی هستیم؟ با آقای دکتر، با آقای حسن زایی عزیزم در کنیدیکت. آیدای خیلی خوش آمدید، درود بر شما. امروز پنجشنبه. درود بر شما آقای شورتی عزیز و درود به همه بینندگان و خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و این روزهای خوب رو میبینم. همینطوره. این چیز درشت روزنامه اعتماد رو ببینید، جالبه. چرا اینقدر اسکناس چاپ میکنم؟ چرا اینقدر اسکناس چاپ؟ همینانم توصیه هم شده که هر کس پولی نزد بانکای جمهوری اسلامی داره واقعا باید بجنبه، چون حالا دارن محدود میکنن حتی پرداختی ها رو، یعنی پول شما رو حاضر نیستن کمال تمام بدن و فرار هم از محلات به اصطلاح محلات از ما بهتران نشین شروع شده. همه دارن خانه ها رو میپوشن. نگاه کنید به فهرستی که خود به اصطلاح و خود بنگاه های ملکی دارن میدن در نقاطی، در محلاتی از تهران که خانه پیدا نمیشد، یعنی خیلی آرزوشن در اون محلات خونه بخرن ولی نبوده، متعلق ایادی حکومت بوده با قیمت های گران. امروز با نصف قیمت دارن میفروشن، پولاش رو حواله میکنن و خانواده خودشون رو در میبرن از این جهنم در ری که حکومت اسلامی برای مردم و حتی برای خودی ها ساخته، برای خودی هاشون. آیا این سراپا گوشیم؟ بفرمایید. عرض کنم که واقعش آدم از کجا شروع بکنه. یعنی از یه طرف خب جنبشه، میتونیم صحبت بکنیم، هزینه هایی که داره میده، قهرمانی هایی که آدم میبینه، واقعا پلیدی حکومت رو میبینه
ولی در غایتش رشد جنبش چه در داخل ایران چه در جهان، از این طرف پوسیدگی و ورشکستگی حکومت، پلیدی حکومت. یعنی شما این مسئله چاپ اسکناس ورشکستگی کامل اقتصادی، اصلا بخوام راجع به این صحبت بکنیم میشه ساعت ها صحبت کرد که چقدر وضع اینا خرابه، چقدر، و ما نمیبینیم. ولی اگه اجازه بدید آقای مهبودی، با همین اخراج حقارتبار جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شروع بکنیم که به نظر من مهمه. این گفتی آقای دایی بفرمایید، گوش میکنیم. واقعش اینه که خب طبیعیه که از سازمان ملل که بیرون نکردن جمهوری اسلامی رو، سفارتخونه های جمهوری اسلامی هم که نبستن. یه در هموطن هم میگه خب این چه اهمیتی داره حالا، این اصلا کی میدونه که این کمیسیون هست؟ خیر، اهمیت داره، اهمیتی زیاد هم هست، حالا یک نمیدونم روز تاریخی و نمیدونم حالا در اندازه خوش، ولی بسیار اهمیت داره. اهمیتش چیه به نظر من؟ اول از این که یه سیلی محکم به جمهوری اسلامیه، برای هر کس که تو ایرانه، برای مردم ایران بسیار بسیار خوبه، روحیه میده. به همون اندازه به آدمای خود حکومت برای اونا خیلی بده، اینا که در حال ریزشن بعدشون بدتر میشه. بالاخره داستان تعادل قواست، ما اینو دست کم میگیریم، ما عامل روانی رو در این جنبش نباید دست کم بگیریم. وقتی شما می جمهوری اسلامی با رأی اکثریت بیرونش میکنی از یک کمیسیون سازمان ملل، آخه این جمهوری اسلامی بسیاری از کارهایی که در دنیا میکنه تو خارج میکنه فقط قدرت نماییه که مردم رو بترسونه. که ببینید مردم ایران، من تو دنیا متحدان بزرگی دارم، مثل چین، مثل روسیه، همه جا هستن، همه هم از میترسن، هر کی رو بخوام موشک میزنم. یه قاسم سلیمانی داشتم که منطقه در اختیارش بود. اینا سوای فواید دیگری که برش داشتی، یکی از مهمتریناش قدرت نماییه. با این قدرت نمایی همیشه هم مردم میترسونه، هم یارگیری میکنه، به نیروهای خودش رویه میده. خب حالا توی چه همچه وضعیتی بیان جمهوری اسلامی رو بگیری با این وضعیت، با سیلی بیرونش بکنی، خب این معلومه چه پیامی داره. پیام ضعفه، پیام انزواست. صبح نگاه میکردم وزیر خارجه ایتالیا گفته عبداللهیان وزیر خارجه این حکومت مخواسته اومد دیدار کنه بشه، چیز ندادم، وقت ندادم. بنابراین این مسئله روانی شما فکر کنید برای چی اعدام میکنه؟ خب این حکومت که 500 تا کشته که تو خیابونا تا الان، حداقل حالا دو نفرم اعدام که، اثر روانیشه. بعد میگه در ملای عام، بعد با کمال پلیدی میاد میکروفون و خبرنگار جانیتر خود اون جلاد میبرن جلوی محکوم به اعدام بیگناه. آخه که وصیت نامه چی بوده؟ رحمت ببینید چه بیشرفن، ولی برای چی این کارو میکنه؟ آمنه روانی بترسونه، قدرت نمایی کنه، این بسیار بسیار مهمه. خب توی هم شرایطی جامعه بین المللی با پشتیبانی آمریکا و اروپا بیان جمهوری اسلامی رو مثل عرض میخوام آشغال بندازن بیرون از این کمیسیون، خب این اثر روانیش بسیار مهمه. دومش اینه که خیلی از هموطنان من دیدم میپرسن حالا سر این مسئله و قبلش، آقا چی مثلا حالا یه کمیسیون حقیقتی آب نم توش، اینا همش حقوق بشریه، چون بالای بالا رو میبینن هموطنان، تای تر رو میرن، مثل که شما بگید آقا چرا حکومت حالا سقوط نکره، چه فایده داشته؟ مردم اومدن تو خیابون، خب حکومت که سر جاشه که، خب با این استدلال نگاه بکنیم خب هیچ کاری نباید کرد، یا باید در 5 ثانیه این حکومت رو انداخت یا هیچ مبارزه هم نباید کرد. باید روند رو دید. ببینید کار حقوق بشری گام به گام اومده جلو. اول از همه باید تبریک گفت به مردم ایران، به زنان ایران که این رو شرایط رو فراهم کردن. صدای انقلاب به همه جا رسیده، کشورهای اروپایی و آمریکا همراهی میکنن، قبلا نبود،
و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی واقعا باید تبریک گفت، خیلی مهمه. ولی حالا ماهی که دنبال تغییر رژیمی، ماهی که دنبال خواسته بستن سفارتیم، این چه گامیه در اون مسیر؟ ببینید، به باور من این کار وقتی میشه اول از همه جمهوری اسلامی رو نجس میکنه. این کارهای حقوق و فعالیت های حقوق بشری نشون دادن اینها چه آدم های پلیدی هن. این جمهوری اسلامی نجس میکنه، نمیشه باش راحت رفیق شد. یادمون نره دیگه، بالاخره همین چند سال پیش بود اینا یکی رو ارده بودن به نام جواد ظریف که لبخند میزد، وزیر خارجه آمریکا تو ژنو باش قدم میزد. من یادمه تو یکی از این جلسات استماع بود تو سنا، آقای جانکری جوری میکرد، جواد به من گفت، جواد انگار مثلا با ظریف 25 سال با هم رفیق بودن، اینو فلان از اون داشت کد میابرد، نقل قول میابرد برای اثبات حرفاش. اینجوری با هم رفیق شده بودن. چرا؟ چون یه ماسکی، یه لبخندی داشت. وقتی شما چهره واقعی حکومت به دنیا نشون بدی تو افکار عمومی، خب کی میتونه با این حکومت معاشرت کنه، بهش امتیاز بده؟ ببینید، ما دو قسمت داریم، یکی نفیه، یکی اثبات. فعلا نفیش بسیار عالی بوده، عالی بوده. ما راه مماشات رو داریم میبندیم با همین کارهای حقوق بشری. این یه بخشه. وقتی دنیا ببینه این حکومت آینده ای نداره، اصلا مماشات میسوزه. ولی ما جلوگیری میکنیم، این کارا جلوگیری میکنه از اینکه بتونن با این رژیم رفیق شن، امتیاز بدن، نجاتش بدن، که نجات پیدا نخواهد کرد، ولی لااقل تسکینش بدن، این ستون به اون ستونش کن. خب پس این بسیار بسیار مهمه، کار کمی نیستش که، خیلی مهمه. افکار عمومی، ببینید این آفریقای جنوبی، خب آپارتاید که خب بود، سالیان سال بود، به کجا رسید، به کدوم نقطه رسید که سیاستمدارهای آمریکایی وارد شدن و عملا جانب سیاه‌پوستان آمریکا رو گرفتن، الهه دولت آپارتاید که شریک اقتصادیشون بود، تحریم کردن اونجا رو. موقعی که افکار عمومی در آمریکا به یه نقطه عطفی رسید که دیگه رابطه یا حمایت از دولت آفریقای جنوبی آپارتاید هزینه داشت، نجس شده بود به اندازه کافی، خب این حکومت جمهوری اسلامی الان نجس شده به برکت این انقلاب در ایران. خب این شده، اینم یکی مسئله دیگه که ما هر چیزی یه پروسه داره. میخوام سفارتخونه ها ببندیم، میخوام پروسه، همه این کارا میخوام بکنیم، ولی یه پروسه داره دیگه. این کار، همین کارهای حقوق بشری درا رو باز کرده رو ما، رو فعالین، رو گروه های سیاسی، رو همه، روی طرفداران مردم ایران، روی جنبش، برای فعالین جنبش ایران، تمام درهای پارلمان ها، دولت ها، سازمان ملل باز شده. خب قبلا نبود. شما دیدید اون جلسه ای که، حالا جلسه پریروز که هیچ، دیروز، چند هفته پیش که کمیسیون حقیقت‌یاب تصویب شد، سخنرانی ها رو ما دیدیم. خب این تمام درها باز شده. آقای جاستین ترودو بیاد تو تظاهرات ایرانی ها، آقای ماکرون با فعالین زن دیدار میکنه. خب این درها همه باز شده، بنابراین یه امکانی فراهم شده. حالا اینکه ما امکان رو استفاده کنیم یه بحثی به خود ماها داریم. پس اینم یکی دیگه که اینم بسیار بسیار مهمه. همه اینا در کنار هم ما میرسیم به این که بله، ما میخوام بریم حرکت کنیم به اون سمت. ولی اگه بپذیریم تا همین مسیری که الان اومدیم به مردم روحیه میده، مردم احساس دلگرمی میکنن، میبینن جامعه جهانی پشتشونه، دست حکومت برای جنایت بیشتر میبندیم، این هزینه داره برای حکومت، همه اینا مهمه، همه اینا مهمه. بنابراین این پیروزی رو دست کم نگیریم. پیروزی های بزرگتر در راه خواهد بود، در این تردید نباید کرد. ما فراز و نشیب زیاد خواهیم داشت، ولی همین که هست رو دست کم نگیریم. ما هر چیزی رو عرض کردم، به خصوص الان که خب تظاهرات خیابونی، حضور خیابونی یک کمی اومده پایین، طبیعیه، ما فراز و نشیب داریم، جنبش که نخوابیده که. تو این شرایطی که خیلی هم میخوان تمام شده اعلام بکنن اینها، همیشه به اون سرمایه های موجود، پیروزی هایی که تا الان کسب کردیم باید نگاه بکنیم. این بسیار 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 اقدام بسیار خوبی بوده
دست جمهوری اسلامی رو بیمنده، درها رو به روی ما باز میکنه و باید به همه به باور من تبریک گفت، خسته نباشید گفت و به سمت جلو. خیلی ممنونم آقای دایی، ممنونم. آقای دیدم برخی از رسانه ها اعداد و ارقام میدن درباره کسانی که رأی به اخراج جمهوری اسلام دادن، مثل که میگن 29 کشور. همینانم وقتی میگه کانادا، آمریکا، انگلستان، اتحادیه اروپا، یادتون باشه اتحادیه اروپا یک کشور 27 کشوره. هم دیدم بی بی سی اشاره که همشون وقتی آمار دادن به این نکته اشاره نکردن، باید بهش اشاره کرد. وقتی میگن اتحادیه اروپا یعنی 27 کشور یک جا رای به اخراج جمهوری اسلامی دادن، به اضافه بقیه کشورها از جمله چندین کشور مهم آمریکای لاتین. فقط مکزیک بود و حضورت که از کنم یه دوتا کشور، جمع سه کشور بودن رای ممتنع دادن، تونس، ولی و کشورهای بدبخت و بیچاره و بدنام دنیا که پشت سر جمهوری اسلامی ایستاده، ولی تعدادشون خیلی کم و اندک بود. ولی میخواستم حتما به این نکته توجه کنید، وقتی گفته میشه رأی اتحادیه اروپا یعنی رأی 27 کشور، 27 کشور اضافه کنید به اون جمعی که معمولا به عنوان شمار موافقان اعلام شده بود. آیا همینطور که گفتی جنبش با حرارت ادامه داره، داره پینگ پونگ بازی میکنه ایران به بیرون، بیرون به، و به نظرم این اتفاقاتی که الان در خارج داره میفته اوج و فراز این جنبش انقلابی که گاهی خودش رو در ایران بروز میده، گاهی در بیرون از ایران، اونم در پنج خاره. ببینید ظرف همین 48 ساعت اخیر چندین تظاهرات اعتراضی در سطح جان، در پنج قاره، در شهرهای مختلف به سود جنبش انقلابی برگزار شده و همینطور بعد از این رأی کشورها در کمیسیون مقام زن، که همونطور که شما گفتید بسیار بسیار اتفاق مهمی است، خیلی مهم و مبارک و میمونه برای همه ما، برگزار شد. ایرانیانی که خوشحال و شادمان بودن از این پیروزی درخشان، علارغم تلاش‌های نماینده روسیه برای اینکه اگر شده حتی رأی‌گیری رو به تعویق بندازه، و نفرت انگیز این نماینده است. یه بار حرفاش گوش می‌کرد، این مالکش چیز شبیه ظریف اون بقیه است دیگه، یعنی روسیه جنایت میکنه اون کارش سازمان ملل توجیه کنه جنایت رو، آدمکشی رو، حالا در اوکراین یا در مورد جمهوری اسلامی که دیدیم این تلاش مذبوحانه به جایی نرسید. آیدایی بفرمایید. بله، عرض کنم که واقعش اینه که اصلا همچین فضای بین المللی در حمایت جنبش رو کسی تصورش نمی که البته خود جنبش هم که 90 روز با این میزان از سرکوب در مقابل یه همچین حکومت پلید به معنای واقعی که از هیچ جنایتی دقیق نمی کنه، خود اون هم همه رو شگفت‌زده کرده، واقعا فوق‌العاده بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. ولی این حمایت بین‌المللی هم اتفاقا به همون دلیله، به دلیل جنبشه، اون چیزی که تغییر کرده در جهان، نگاهشون تغییر کرده، جنبشه. عرض کردم ما مرحله به مرحله اگه نگاه بکنیم طبیعه. من بر این باورم کلن که کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای منطقه عموماً به این نتیجه تقریبا رسیدن که جمهوری اسلامی آینده ای نداره. حالا طبیعتاً اینکه چقدر چند سوال مطرحه برای همه سرویس‌های اطلاعاتی، همونطور که برای خود ما مطرحه، اینو ما مردم باید پاسخ بدیم. به هر میزانم که پاسخ بدیم به این سوالات، طبیعتاً درهای بیشتری برای اون باز میشه. یکی اینکه چقدر طول خواهد کشید این حکومت رو بندازیم، نیروی جایگزین که بتونه این دوران گذار رو با آرامش بگذرونه، چون وحشت دارن این کشورهای غربی، بالاخره مهمترین کشور منطقه از نظر جغرافیایی، انرژی، هر چی حساب بکنیم سیاسی، نباید دچار ناامنی بشه، خون مثلا سرایت نکنه به کشورهای همسایه،
بنابراین اینکه چقدر طول خواهد کشید، نیروی جایگزین، که اینا سوالات جدی که از خودشون سوال میکنن. حالا همه به این نتیجه رسیدن که خب با این حکومت دیگه نمیتونن روش حساب باز بکنن، معامله بکنن. این بسیار سکوی پرش خوبیه برای ایرانیان. حالا گام های بعدی که باید برداشته بشه، بالاخره این جنبش ما تو هر مرحله یه سوالات جدی هست، خیلی از سوالات هم جاش تو رسانه ها نیست، بالاخره همه ایرانی ها بعد این سوالات باشه، کمبودها رو صحبت بکنن، جبران بکنن. ما اصلا راهی نداریم، ما وارد یه پروسه شدیم در این دوره آخر این حکومت هستیم، برای اینکه کوتاه‌تر بکنیم عمر این حکومت رو، با هزینه کمتری به پیروزی برسیم، بعد ببینیم این ضعف‌ها رو، این کمبودها رو چطور میشه جبران کرد و چطور میشه با جبران این کمبودها جامعه بین‌المللی حمایتش رو بیشتر جلب بکنیم در همون مسیر، یعنی کوتاه کردن عمر این حکومت. همه اینا هست، ولی یادمون نره این حکومت، شما به مسئله چاپ پول اشاره کردید، یعنی شما تمام آتوها، فاکتورها، برگها، هر چیزشو بذاریم که این حکومت میتونه داشته باشه که عمر خودشو چند سال اضافه بکنه، بقیه یه چیزی باید داشته باشه دیگه، هیچ چیزی به جز سرکوب نداره. سرکوب براش هزینه داره، سرکوب راه میبره به جاهای دیگه. مثال شما ببینید الان همین بحثای حقوق بشری به خاطر جنایات ایناست دیگه، خب باعث میشه که اتفاقا راه رو بر اقتصادم ببنده. اصلا کسی میتونه تصور بکنه مثلا یادمون نره همین جوزف بورل مال اروپا همین چند ماه پیش دیگه کم حدود بنشینه گریه بکنه، دست به آسمان ببره که جمهوری اسلامی باهاش سازش بکنه، یادمون هر دیگه. الان کسی میتونه تصور بکنه یک بانک اروپایی، یک کمپانی اروپایی با جمهوری اسلامی در آینده‌ای که ما چشم اندازش میبینیم معامله بکنه؟ خب یعنی اقتصاد، یعنی حقوق بشر مستقیم به اقتصاد و بعد سیاست راه میبره. یعنی وقتی که سرکوب میکنه، جنایت میکنه، دنیا عکس العمل نشون میده، تحریما بدتر خواهد شد، تحریما برداشته نخواهد شد، کمتر باش معامله میکنن، اقتصادش ورشکسته میشه، جنبش اتفاقا زمینهای جنبش بیشتر میشه. این که ما میگیم سرکوب شمشیر دولبه است، یه بخشش اینه که در داخل خود حکومت ریزش بیشتر میشه، چون برای شما باید مردم عادی رو بکشی، بعد مردم عادی رو بکشی، یه ورزشکار بیگناه ببری اینجوری اعدام بکنی، خب نفرت مردم از شما بیشتر میشه. اون بسیجی و پاسدار صبح که خواب پا میشه، اگه تا دیروز تو زندگی روزمره 100 نفر آدمی که از حکومت متنفرم میدید، الان 200 نفر میبینه، تو فامیل خودش میبینه، این نفرت رو بیشتر حس میکنه، تنهایی حکومت رو بیشتر حس میکنه، بیشتر وحشت میکنه. بنابراین سرکوب هر جهت شمشیر دولبه به ضد رژیمه. مردم که تو خونه هاشون نمیدن که با دوتا اعدام، پنج تا اعدام که خدا نکنه حالا اعدام کنن. مردم راهی ندارن، مردم 3 ماه 20,000 اینا که ما میگیم حد اقله 20,000 دستگیر، 500 نفر کشته، هزاران زخمی، حالا چقدر کور کرده این حکومت. تو دانشگاه ها، تو هر جا بگید، پزشک، وکیل، کارگر، همه رو گرفته داره میگیره. ما چیکار کنه با اینا؟ یکی از نکاتی که در مورد من اینو برکه طولایی نشه بگم خدمتون که شما اشاره کردید اول برنامه، ما بحثی کردیم چند وقت اینا اصلا موقعی که رفتن طرف این که حکومت رو یه دست بکنن، اون اصلاح طلبای قلابی رو ریختن بیرون، مجلس رو یه دست کردن، رئیسی رو اردن کردن، رئیسی جلاد و رئیس جمهور، برای سرکوب بود دیگه. آقا اینه رو پیشونی رئیسی نوشته جلاد، اگر اینکه متخصص مثلا مسائل اقتصادی و خانه سازی و نمین کارا که نبوده که، این تخصصش دار زدن بوده، اردوه که مردم بترسنن، ولی ضمناً نوکر ولی فقیه هم هست، باید در داخل سیستم انسجام باشه تا بتونن سرکوب بکنن. شما وقتی چند صدایی باشه داخل حکومت دستت بسته میشه. ولی یکی وقتی میگیم شمشیر دولبه است، سرکوب اینه که داخل خود حکومت شکافا بازتر میشه. شما ببینید الان توی این 3 ماه خامنه ای فکر کنم 7 یا 8 سخنرانی کرده مشخصا در همین مورد، تو تمام اونا سوا این که خواسته روحیه بده به نیروهای خودی، یه نکته رو همیشه گفته،
میگه خواص نیروهای حکومت، یعنی آدم های حکومت شناخته شده، و بیان علیه مردم موضع بگیرن، بیان از سرکوب دفاع بکنن. اینجوریه؟ بریم الان روزنامه ها رو نگاه کنیم. به روز به روز تعداد مقالات، مصاحبه هایی که دارن به حکومت اعلام خطر میدن که ما سقوط خواهیم کرد، بنزین روی آتش خشم مردم نریزید، اینا دارن میگن. ببینید بیشتر شده کمتر، روز روز بیشتر میشه. یعنی به حرف خامنه پشیزی ازش قائل نیستن. آخوندهای حوزه علمیه، آخوندهای معروف شروع کردن. برای چی حکم محاربه دادید؟ حق ندارید حکم محاربه بدید، این غیر ضد اسلامه. حالا شما بگید 5% به حرف اینا گوش میکنن، ولی این نشان شکافه، نشان ضعفه. یعنی ما هرچی جلو میام اینه. بنابراین این مسئله کمیسیون زن، مقام زن، این مسئله انزوای جمهوری اسلامی، این برخوردی که کشورهای اروپایی پارلمانتاریستا و غیره دارن میکنن، این فضای بین المللی، این وضعیت ورشکستگی داخل حکومت، همه اینها رو کنار هم بذاریم، آخرش اینه. بالاخره تو تعادل بین مردم با نظام بعد از 3 ماه ما کجاییم؟ ما جلوتر اومدیم یا حکومت جلوتر اومده؟ چشمنداز برای ما بهتر یا برای حکومت؟ این رو باید پاسخ بدیم که به باور من تردیدی نیست. فراز و نشیب داریم، تا این تردید نباید کرد. به مردم ما، با مردم ما صادقیم، داریم میبینیم. نمیخوام کسی بترسه، مردم خودشون دارن هزینه رو میدن. ما که هزینه نمیدیم تو خارج کشور، که مردم دارن هزینه میدن، میرن تو خیابون کور میشن، با ساچمه کشته میشن، میبرنشون میکشنشون، ولی وایستادن، باز هم میایستن. دانشگاه ها، کارگران، پزشکان، معلمان، زنان، کردها، بلوچ ها، همه واقعا در این تعادل قوا نباید اغراق کرد. ما اهل تبلیغات نیستیم، تبلیغات بکنیم اتفاقا ممکنه دی حقیقت رو اون موقع باور نکنن. ما داریم حقیقت رو میگیم که بعد از 3 ماه این وضعیت اسفبار حکومت که پشت گوشش گرفتن با لگد از این کمیسیون انداختنش بیرون، که ایتالیا یادتونه است که این ایتالیا روحانی بود میخواست برای یه موزه دیدار بکنه، روی مجسمه های روم باستان که لباس تنشون نبوده بشته بودن شمد انداخته بودن که آجاقا نبینه، احترام به این رئیس جمهور قلابی این حکومت. تنبور جرده بود ایتالیا، میخواست از اینا موسموس میکن نفت بخره، نفت ارزان بخره، بهشون جنس بفروشه. ببینید به کجا افتاده رسیده که رئیس جمهور چه وزیر خارجه ایتالیا میگه اصلا من با این دیدار نمیکنم با وزیر خارجه اینا. این وضعیت حکومت. همینجور آقای امیر شورتی، عکس نماینده پارلمان آلمان رو شمی خانم رو خودش کافیست که متوجه میشید که نگاه کنید. آرمی که روی سیناشه چیه؟ عمامه فرانی. اینه امروز، اینه جنبش انقلابی ایران، پیروزی های درخشانش و پیروزی های باور نکردنیش. هر کدام از این موفقیت ها و پیروزی ها و ظفرمندی ها اگه جمهوری اسلامی داشت، مطمئن باشید یه 10 سالی به عمرش اضافه میشد. ولی امروز داره غرق در نکبت و بدبختی و ادبار این حکومت و عیادیش. روز از بازار آگهی عبور میکنیم، آقای دایی عزیز هستیم، یادتون باشه. بریم ببینیم که چرا چین از جمهوری اسلامی جدا شد. چون خیلی موضوع مهم نیست، چطور چین استراتژی خودش در مورد کل خاورمیانه تغییر داد، چطور دست از جمهوری اسلامی کشید، چطور این کارت برنده رو زمین گذاشت و بین عربستان و ایران عربستان رو انتخاب کرد، بین ایران و عربستان، در حالی که همه ما میدونیم خب موقعیت سوق‌الجیشی، موقعیت تاریخی ایران و میزان استیلای ایران بر بسیاری از مناطقی که چه در منطقه هستن چه در دوره بریم. خب ایران یه وضعیت کاملا ویژه داشته، وضعیت سوق‌الجیشی بسیار نیرومند، کشور بی همتاست در دنیا. چرا
جواب آقای دایی داد. دیگه مطمئن شدی که حکومت بیفرداست. مگه با این جنبش انقلابی که در ایران جریان داره و تأثیراتش در سطح جهان، دیگه این حکومت میشه محل اعتماد باشه، محل وثوق باشه، میشه رفت در اون مملکت سرمایه گذاری کرد، میشه روی این مملکت برنامه‌ریزی دراز مدت کرد. دکتر نباید ظریفی گفت 450 میلیارد دلار میخواد سرمایه گذاری کنه که همه با خندیدیم. تو هم موقع چندی گزارش خود آقای دایی داشت، خود آقای دایی، و امروز معلوم میشه که همش دروغ بوده. میخواسته پست خودش رو، یعنی در واقع برنامه های خودش رو آقای ظریف به خامنه ای بفروشه، بلکه بتونه خودش رو در این پست نگه داره و متوسل میشه و دادن دروغ‌های بزرگی که خود چینی ها هرگز تایید نکردن. برمیگم خب آقای دایی، یه بسر چین، چرا چین که میدونیم در اوج معاملات تجاری با جمهوری اسلامی چیزی حدود حجم مبادلات بالای 60 میلیارد دلار بوده، وقتی جمهوری اسلامی احساس خطر کرد 21 میلیارد دلارش رو برداشت از کشورهای غربی، همه رو برد گذاشت در چین، 21 میلیارد دلار. وقتی جمهوری اسلامی تأسیس شده، اون عسکرالله‌دی مسلمان یکی از زشت‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی، ایران رو کرد فاضل آب صنایع چین، یعنی هر چی جنس بنجل چینی بود وارد بازارهای ایران شد، بازارهای سراسر کشور، با توجه به اینکه اینا کل بازارها رو انحصار در آوردن، شد محل نمایش و فروش محصولات بنجل چینی. چینی ها ایران برایش یک برگ بزرگ برنده بوده در بسیاری از به اصطلاح بسیاری از معاملات چانه‌زنی های بین المللی. چی شد که ناگهان چین بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی دومی رو انتخاب کرد، جمهوری اسلامی رو پس زد، اونم به شکلی بسیار تحقیربار، حتی میگن خود مقام، حتی خود خامنه ای در کاخش غافلگیر شد، باورش نمیشد یک روز چین بده در کنار عرب بیسته مثلا و از حقوق اونها در خلیج فارس ببیشه در مورد این سه جدید سخن بگه. بفرمایید سراپا گوشی. بله، عرض کنم که در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور چین که مهمه، یه واقعیت ها رو گفت ولی علنی گفت، واقعیت هایی که احتمالا خود رژیم بهتر از همه میدونست، ولی بیاد علنی موضع بگیره به نفع عربستان، به نفع کشورهای حوزه خلیج فارس، این علنی است. خیلی ضربه بزرگی بود در داخل حکومت هم که صحبت میکنیم که احساس ضعف و ایزوله شدن و انزوا چقدر بده برای حکومت، یکیش هم همینه. ولی خب چه اتفاقی افتاده؟ من البته به هیچ وجه نمیخوام بگم من گفتم یکی از بدترین به صدا رفتارها همینه که آدم تا یه طوری میشه بگه من بودم گفتم فلان، یا من بودم گفتم اینجور. مقصودم این نیست، من بخوام این رو بگم، مقصود من اینه که 3 سال پیش، سال 2019 بود فکر کنم، یه آقای اومد در یه نشریه لندنی در مورد اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی و چین به عنوان قرارداد استراتژیک 25 ساله و ایش یه سری آمار ارقام داد، آقای سالمان واتکین، که قرار چین در ایران 400 میلیارد دلار، شما رقم رو نگاه بکنید، 400 میلیارد دلار. بله؟ بس که گفت 450 میلیارد. دیگه همین یه چیز عجیب غریب. خب این شد تیتر اول خبر رسانه. جمهوری اسلامی داره این چیزا رو واگذار میکنه، این چیزا هم چی میخواد بشه؟ همون موقع من در خدمتتون که اومدم یادم هست تو فضای مجازی چقدرم ناسزا شنیدم، حتی یکی از این رسانه‌های مهم که منو دعوت کرده بود بهشون برخورد که آقا ما مثلا داریم داغش میکنیم، تو چرا اومدی این حرفو میزنی؟ من گفتم آقا در وطن فروشی آخوندها که تردیدی نیست، اینا همه چیزو میدن، ما که دیدیم. من در اون قسمت دومش
که چین میخواد در اینجا 400 میلیارد دلار، 450 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. اینا بیشتر به شوخی شبیه. خب الان رسیم به اینجا، پریروز که این هیئت چینی معاون رئیس جمهور اومده بود، یعنی معاون نخست‌وزیری رئیس جمهور تو بلندپایه چینی اومده بودن ایران، داشتم میخوندم همه گزارشاتو، با افتخار اومده میگه که یکی از این وزرای جمهوری اسلامی چین قول داده که اون قرارداد رو اجرایی کنه. حالا شما بکنید 6 سال پیش اینو امضا کرده، هنوز اجرایی نشده. خب اگه اجرایی نشده، شما پس این مدت چی میگفتید که به مردم بگید آه چین پشت ماست، متحد استراتژیک ماست، خیالتون جمع باشه، شما رو نجات میده، ما سقوط نمی کنیم. کو بعد اومده میگه چین قول داده که در صنعت در بخش ترانزیت ایران سرمایه گذاری کنه. قول داده چقدر؟ 25 میلیون دلار. اینجا تو آمریکا سوپرمارکت کسی میخواد درست کنه 150 میلیون خرج میکنه. 25 میلیون دلار پول خوردم نیست. چین 2 تریلیون یعنی 2000 میلیارد دلار برای جاده ابریشم خرج کرد، سرمایه گذاری کرده تو کشور مختلف، میخواد برشون 25 میلیون دلار. خب واقعا داستان چی بوده؟ داستان یه چی بوده که واقعیت بوده تا الان و بعد میرسیم به حرفای اخیر رئیس جمهور چین. واقعیت این بوده که یه عشق یه طرفه بوده. جمهوری اسلامی ضعیف تحت تحریم، نفت ارزان، محصولات نفتی پتروشیمی ارزان با حراج قاچاق میداده به چین. حالا چقدر پولش چین بالا میکشیده میخورده به اینا نمیداده بماند. عذر میخوام اینا بماند، جنس های بنجل به جای پول به اینا میداده، سنگ قبر رو نمیداده بماند. این رابطه بوده. هیچی هم در مقابل قرار 2 میلیون دوربین در خیابون ها چین نصب بکنه، این تعداد سرباز بیاد ایران. خبرای دروغ، هیچ کاری نشده. قارت بله، یه سری قراردادهای ممکن مثلا تو خلیج فارس ماهی بگیرن تا دلشون بخواد، مثلا که همین نفت رو بخرن، هیچ پیشتردی هم نیست. این ماهیت این رابطه بوده. چین واقعا ببینید اینجوری نگاه بکنیم، بگیم چین این جاده ابریشم جدیدی که مهمترین پروژه های استراتژیک که شاید بشه که 50 سال اخیر آینده است، بلکه 2 تریلیون سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی، جاده ابریشم جدید مثلا، تمام ریل بناده تو عمان بیش از 10 میلیارد سرمایه‌گذاری کرده چین، تو پاکستان خیلی بیشتر، سریلانکا، هر جا که یه بندری بوده. حالا قراردادهای ننگین هم بسته ها، یعنی این کشورها رو تحت منگنه قراردادی، ولی سرمایه‌گذاری کرده دیگه. کدوم کشوری که روی کاغذ مهمترین کشور از نظر ارتباطی، انرژی، سوق‌الجیشی، همه چی هست؟ ایرانه. در کجا هیچ سرمایه گذاری نکرده؟ ایرانه. خب چرا؟ مغز چین خرابه که بره در عمان، در ترکیه، در قطر، در عربستان، همه جا، آسیای مرکزی، همه جا سرمایه گذاری کنه، ایران که مهمتره نکنه؟ بابا اونا عقلشون میرسه. نفت مجانی قاچاق خریدن، ارزون خریدن یه داستانه، ولی اینا برای اینکه بیان در ایران سرمایه گذاری دراز مدت بکنن به 2 چیز نیاز دارن. یکی اینکه تحریما باید برداشته شه. به محضی که برجام اجرایی شد سال 2016، ژانویه 2016، همین رئیس جمهور چین اومد ایران که مثلا قرارداد ببندن. یه سرمایه گذاری هم قول داد چین، شرکت نفت چین مشترکاً با توتال فرانسه، با شرکت یه شرکت ایرانی. سهم چین 4 میلیارد خورده بود انجام بدن تو ایران. بعد از یه مدت همون هم چین فرار کرد، نکرد. چرا؟ چرا نشد؟ برای اینکه خیلی زود فهمیدن که آقا مسئله فقط برجامی، جمهوری اسلامی تو منطقه دخالت میکنه، تروریست میکنه، دنبال بمب اتمه. این تحریما برداشته نخواهد شد. هیچ کمپانی چینی که مثلا تو صنعت ریل، قاچاقچی نفت که نیستش که پنهانی نفت بخره، تازه هم اونا هم الان تحت فشارن. خب اگه بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه با وجود این تحریما،
دیگه نمیتونه با آمریکا معامله بکنه، از سیستم بورس آمریکا حذف میشه. خب هیچکی نمیاد. این دلیل یکیش بود که این عشق یه طرفه، یعنی اون طرف هیچ سرمایه گذاری در ایران نکرد که اینا خواب و خیال داشتن، به دروغ های مطرح کردن، تبلیغات کردن، قدرت نمایی کردن، در مقابل نفت مجانی اینا رو تا تونس اینا رو چاپید، فقط دیگه اینا ضعیفن، تحت تحریمن. وقتی یکی ضعیفه، آدم قدرتمند هرچی بتونه میچاپتش دیگه. این قانونشه، قانون بین المللی اینه، چاپید هرچی میتونسته و میکنه، بازم بیشتر. دوم، بالاخره این چین تو منطقه کسی که رفته میلیارد، صدها میلیارد سرمایه گذاری کرده برای 30 سال آینده، براش انرژی هم بسیار مهمه، دنبال چی میگرده؟ دنبال آرامش میگرده. نمیتونه جمهوری اسلامی بیاد منطقه رو به هم بریزه، با پهباد و موشک حمله کنه به تأسیسات نفتی عربستان و امارات. نمیشه، نمیشه تو منطقه ده. آدم پولدار نمیره. شما به اینکه بخواه بیه دکون درست کن، بره توی محله ببینه که همش در حال ملت چاقو کشی و ناامنیه، میگه من دیوانم پولام بیارم اینجا. چین آرامش میخواد تو منطقه. این حرفی که رئیس جمهور چین زده اینو داره میگه به جمهوری اسلامی که آقا تو کشورهای منطقه دخالت نکن. درست؟ این یکیش. مهمتر از همه یه تحولی تو منطقه اتفاق افتاده. چین تا یه زم تا یه جایی میتونه هم جمهوری اسلامی داشته باشه، هم عربستان داشته باشه، هم اسرائیل داشته باشه، همه داشته باشه. ولی هرچی تخاصم بین جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه بالا میگیره، کشورهای منطقه هم که تنها نیستن که، با هم متحد شدن علیه جمهوری اسلامی، همه کشورها به هم نزدیک شدن علیه جمهوری اسلامی. چین هرچی جلوتر میره باید انتخاب بکنه. عربستان بهش امتیازات بهتری میده، کشور باثباتیه، 10 برابر جمهوری اسلامی نفت صادر میکنه، آینده داره، با آمریکا مشکلی نداره، تحت تحریم هیچ کدوم اینا نیست. چین اگه بخواد یه جاهایی بعد انتخاب بکنه، کشورهای منطقه مجبورش بکنن انتخاب بکنه، کدوم انتخاب بکنه؟ کدوم عقل سالمی میاد با یه جمهوری اسلامی که مردم تو خیابون میخوان بندازنش، ساقطش بکنن؟ از همین سازمان ملل با عرض میخوام اردنگ انداختنش بیرون. وزیر خارجهش هیچ حاضر نیست دیدار بکنه، تحت تحریمه، هیچ شرکتی حاضر نیست ایران بره. چین نه، یه کشور دیگه بخواد انتخاب بکنه، مجبور بشه انتخاب بکنه، خب عربستان انتخاب بکنه یه جمهوری اسلامی رو، اسرائیل انتخاب بکنه یه جمهوری اسلامی، خب معلومه دیگه، معلومه. یکی دیگه آخرش هم که اینه که وقتی یه حکومتی بی ثبات و بی آینده شد، بالاخره صحبت ما کردیم که الان دنیا به این درسته که آقا این حکومت میتونیم بحث بکنیم کی سقوط میکنه، چجوری سقوط میکنه، نیروی آلترناتیو کیه، همه اینا میشه بحث کرد. ولی دنیا به باور من به این نجرسی که آقا این حکومت هیچ کارت استراتژیکی برای بقا و برای موندن نداره، رفتنیه. خب چین میگه آقا تا موقعی که حکومت هست، تا اونجایی که بتونم میچاپم نفت، هرچی ارزون تر باشه ازش میخرم، ولی روش حساب باز نمیکنم که میرم با کشورهای دیگه رفیق میشم. خب اینم آخریش. یه مسئله پایانی هم تبصره کوچولو، انقدر مشکلات داره جمهوری اسلامی، کوچولو هم اضافه کنیم، اونم اینه جمهوری اسلامی سال اولی که بایدن اومد به حساب این که میخواد سازش بکنه، خب روش میکنم اونور اینا هرچی میخواستن نفت میفروختن. الان مدتی بایدن شروع کرده تحریم ها رو واقعا سفت و سخت کردن، یک، بنابراین فروش نفت جمهوری اسلامی کارش بده کرده به چین، یعنی قاچاقش. دوم، روسیه هم وارد با همین بازار قاچاق شده، داره نفت ارزانتر و بهتر میده به چین. مثل فولاد، مثلا جمهوری اسلامی یکی از اقلامی که میداد به چین فولاد بود، الان بهتر و مرغوبتر و ارزانترش روسیه داره میده. بعدم رکود اقتصادی با دنیا داره به سمت رکود اقتصادی میره، تقاضای نفت اومده پایین. الان نفت دیروز حدود 70 دلار بوده، 120 دلار بود چند وقت پیش. همه اینا که کنار هم میذاره اینه که ارزش جمهوری اسلامی، حتی ارزشش برای چاپیده شدن نزد چین و بقیه اومده پایین. شما به رفتار پوتین و جمهوری اسلامی ببینید،
یعنی واقعا کسی با نوکر که چه ارز کنم، بخیر نوکرم یه ارزش استراتژیک داره، شما سعی میکنی تراخوشش بکنی که برات نوکری بکنه، ببین چجوری داره بهش رفتار میکنه. خب این وضعیت حکومته. حالا اون وقت که در یه تعادلی بیان وضعیت جنبش رو ببینیم، وضعیت حکومت هم هر آدم عاقلی تو دنیا داره این میبینه، خب به چه نتیجه این میرسه؟ میگه آقا تو این دعوا، دعوای مردم با نظام، جنگ مردم با نظام، کی به طرف جلوه؟ کی در حال سقوط و ورشکستگیه؟ اون به نظر من پاسخش خیلی روشنه. تشکر میکنم آقای دایی. خب یهودی ها موفق شدن که یهودیت رو به شکلی با دموکراسی دمساز میکنن، مردم هم نزدیک شدن، کارش رو امروز دارن میکنن، نتیجش هم درخشان بوده. مثلا در کار خودش میکنه، دموکراسی نیرومند هم در کارش رو در اونجا میکنه. یک گزارشی منتشر کرده العربیه به نقل از منابع اسرائیلی که تجزیه و تحلیل کردم، اونش که در ایران میگذره، به این نشستن که این جنبش رهبری نداره و نیاز به رهبری داره، حرف درستیست، پول نداره نیاز به پول داره، حرف درستیست، اما اون سومی اصلا درست نیست، قیاس به نفسی. یعنی اینا اون نگاهی که به مذهب دارن تصور میکنن که حالا مردم ایران هم میتونن همون نگاه رو داشته باشن و امروز نیاز دارن به اینکه روحانیت آخوندهای بزرگ از اونها حمایت بکنن، اصلا ابدا چنین نیست. این انقلاب هیچ نیازی نداره که روحانیت ازش پشتیبانی بکنه، چون انقلاب یه انقلاب غیر مذهبی است، لائیکه، سکولار. لائیک است. برعکس، در تمام مدت همه این سالها ایرانی ها تلاش کردن که به شکلی، حالا که امروز هم که مشهوده، همه ما داریم میبینیم، این دامان این جنبش و این خیزش رو به هر شکلی هست از هر لکه مذهبی پاک بکنند. واقعیت اینه دیگه، باید قبول کنیم. و به نظرم اهمیت این انقلاب هم در همینه، یعنی در این خلوص انقلاب، یعنی داره بسترسازی میکنه و شرایطی پدید میاره که ما بتونیم در آینده واقعا یک دموکراسی بی همتا رو در دنیا شکل بدیم، چون به حد کافی تجربه انداختیم از همه انقلاب های پیشین، از تمام مشکلات و نارسایی هایی که دموکراسی های غرب امروز پیدا کردن، و ما میخوام یک رای بیم، رای خودمون، چون اینکه این انقلاب در واقعا در خاورمیانه بی همتاست، از نزدیک در دنیا بی همتاست. میخواستم در این زمینه آقای دایی تو بهتر که روحانیت سکوت اختیار کرده، اصلا این انقلاب نیازی نداره. ما که نمیخوام به سرنوشت عراق ما دوچار بشیم که آقای سیستانی دخالت بکنه به سود نیروهایی که میخوان بقیه نیروهای تندرو رو حرام بکنن، به هیچ وجه اصلا نه علاقی هم نداریم که به سرنوشت انقلاب مصر که منجر شد به روی کار آمدن اخوان مسلمین، نه، این انقلاب ربطی به مذهب نداره، مذهب کار خودش میکنه تو دل مردمه، این انقلاب هم داره کار خودش میکنه و اصلا نیازی به دخالت و حضور روحانیت نداره. آیدایی بفرمایید، نظر من ممکن نظر غلطی باشه. از کم نخیر، اتفاقا به باور من کاملا درسته. اما یه نکته رو من قبلش بگم که اگر خواستیم بریم آگهی ها بعد برگردیم در مورد نقش مذهب و جایگاه مذهب در آینده ایران صحبت بخوام بکنیم، یه نکته در مورد نظرات کارشناسان و مقامات پیشین و کنونی و پنهانی و بانام و بینام که منتشر میشه. تجربه خود منه آقای میبودی، من یادمه که بعد از انقلاب ایران رو در جریان خود انقلاب، خب من در جریان بودم، حتی مذاکرات پشت پرده که میکردن تمام اینا رو، چجوری شورای انقلاب تشکیل شد، خب من به تجربیاتی که همیشه با من بوده، من برای خود من درسه. اما در مورد همین تحلیل هایی که منتشر میشه، چون من یادم بعد از انقلاب من این جلسات استماع سنای آمریکا در مورد انقلاب که چرا اینجوری شد، و بعد در داخل خود کاخ سفید مثلا حدود یک سال مونده به انقلاب، به خصوص شش ماه آخر، نظراتی که بود جورج بال که مثلا مسئول بود همه نظرات رو تنظیم کنه چی نوشت،
بریژینسکی چی میگه؟ میگفت آقای سایرونسفنس چی میگفت؟ جیمی کارتر چی میگفت؟ هیچ کدوم از این نظر. و بعد توی این 43 سال من نظرات زیاد دیدم در مورد ایران، حرفای زیاد دیدم، کارشناسانی که حتی این طرف اون طرف شد. ما اگه بیایم کارشناسانی که پول میگیرن این طرف اون طرف حرف بزنن رو بذاریم کنار، اصل رو بر صداقت قرار بدیم، بقول سیاستمدارا اینجور نیست که نظراتی که صادر میشه این طرف اون طرف آیه قرآنه. منظورم آیه قرآن نه که مالا بگه، نه منظورم اینه که چی خدشناپذیر که نیست، که اینقدر اشتباه میکنن که ادراست نداره. ما باید خودمون بنا به تجربه اولا تحت تاثیر هر گزارش که این طرف یا اون طرف قرار نگیریم، ببینیم واقعا مجموعه اینها مثل نظرسنجی ها، یه وقت نشون یه نظرسنجی در میاد خیلی با بقیه نظرسنجی ها نمیخونه، خب این نزنش کنار، باید مجموع هم برآورد کرد. ولی خود آدم باید یه درک درستی داشته باشه. حرفایی که برخی مقامات اسرائیلی زدن، آمریکایی اینا میزدن، البته در مقایتش که آقا این حکومت سقوط خواهد کرد، آینده ای نداره، جنبش پیروز میشه، این کمبودها رو هم داره. حرف این مقام اسرائیلی هم به باور من حالا نمیم چه گفتنش از طرف العربیه یا کسای دیگه چرا اینجوری بوده یا نه، که اینه که بالاخره بخشی از جامعه ایران کماکان مذهبی هن، تضاد با مذهب نباید رفت، باید یک کاری کرد که اینها هم جلب بشن. مثلا سر مسئله حجاب طرفدار این باشیم که آقا حجاب اجباری نباشه، ولی به پوشش شکایت نداریم، زورم نمیخوام بکنم که هر کی روسریه میخوام فردا بیام روسریه اونم برداریم. نه، هیچ کی حق نداره به دیگران روسریه تعمیل بکنه، هیچ کی حق نداره مذهب رو تعمیل بکنه، ما هم نمیخوام تعمیل بکنیم. یعنی تضاد نریم با مسلمان ها، با عده‌ای که باور دارن الانم میبینیم هستن، حالا هر درصدی از جامعه باشه که خیلی از اونا با همین حکومت مسئله دارن، این تضاد رو نباید بریم. بنابراین اینه. حالا دو تا بحثه توی حرفایی که این زده، دیگران هم میگن، به صدای بلند نمیگن، به صدای بلند نمیگن، ولی من که دنبال میکنم همینه که آقا این جنبش بالاخره این حکومت آینده نداره، مردم پیروز خواهند شد، زمانشون نمیدونیم، بستگی به این داره که این کمبودها جبران بشه، که یکی از مهمتریناش رهبریه. حالا کی میخواد تشکیل بشه، چجوری میخواد تشکیل بشه، اینا جای سواله، اینو مردم ایران باید پاسخ بدن، خود ایرانی ها باید تلاش بکنن، وظیفه اونا که نیستش که، ولی اونا تا به اونجا نرسن نمیان. به نظر من سفارتخونه های جمهوری اسلامی نمیبندن، ممکن موقتا یه عده رو احضار بکنن در یه شرایطی، مثلا کاردار سفارت خودشونا، ولی قطع رابطه کامل نمیکنن. من که مطمئن بشن یه جنوری جایگزین، حکومت در حال سقوطه. اینکه حکومت 6 ماه یا یه سال یا 2 سال دیگه سقوط میکنه با اینکه همین الان در حال سقوطه متفاوته. اینکه نیروی جایگزین ها، یعنی ما وقتی قطع رابطه میکنیم بالاخره باید اون رو بریم به طرفش دیگه، این زمان میبره، یه پروسس که ما باید بکنیم نه اونا. اما میرسیم به اون مطلبی که شما گفتید در مورد جایگاه مذهب و اینا. حالا بخواد اگه اجازه بدید از آگهی‌ها برگردیم و صحبت کنیم. ممنونم، برمیگردیم. داریم گفتگو کنیم با آقای دایی همینان در یه موضوع مهمی که حالا اشاره بکنم خیلی سریع دوباره برای اون کسایی که الان دارن برنامه رو میبینن، یکی از منابع اسرائیلی تجزیه و تحلیل کرده و که عربیه اون رو منتشر کرده که جنبش موجود برگشت ناپذیری، جمهوری اسلامی دیگه هرگز به عقب نمیتونه برگرده و این جنبش داره پیش میره، اما رهبری نداره، درسته، پول نداره، درسته، اما حمایت روحانیون بزرگ رو نداره، که اصلا این جنبش ریاضی به حمایت روحانیون بزرگ نداره. ما که نمیخوایم سرنوشت عراق رو تجربه کنیم، که قراریست یک روحانی در این انقلاب دخالت بکنه، دوباره مذهب رو دخیل بکنه در این تحرک، این جنبش عظیم و بزرگ اجتماعی و تاریخی، که اگر قرار بشه یک روحانی دخالت بکنه که این نقض غرضه، که تاریخ تکرار میشه در خاورمیانه، چون همه جنبش هایی که در خاورمیانه رخ داده مایه و عیار مذهبی داشتن. این تنها انقلابی است که دوره، بریست از هر نوع تعرض مذهبی، یه میشه تعرض دینکاران، این خیلی بود، کاسبان دین، اینا از این انقلاب دورن و اهمیت انقلاب در خلوصش، اهمیت انقلاب در خلوصش. آجا یک سراپا گوش. بله، عرض کنم که
واقعش اینه که بحث در مورد اینه که جایگاه مذهب همین الان چیه در ایران. خب یه بحث نظرات مختلفی هست. به اینا اگه پاسخ داده بشه در مورد آینده مذهب هم در تاریخ ایران میشه در آینده ایران صحبت کرد. ولی نکته اینه که این صحبتی که نقل قولی کرد که گویا مردم به یک آدم مرجع، آدم مرجع تقریم از آن یک کسی که بالاخره مورد احترام اعتماد باشه، چراغ راهنماشون باشه، یه نوع رهبر معنوی باشه نیاز دارن و چون نیست آخوندان که نیستن، روحانیون مهم نیستن، پس من کم بوده. این درست نیست. علیه همبستگی که بین مردم در داخل ایران و سراسر جهان میبینیم، خب این روحانی یا مرجع این حرفا رو زده؟ نه، مردم 43 سال رنج مشترک، درد مشترک، به تمام اون چیزایی که اینها رو مردم رو به هم پیوند داده، یعنی اون فرهنگ مشترک و اینها به اصطلاح اتکا میکنن، به خودشون هویت میدن، دارن میان جلو. حالا میتونیم بگیم در نظر سیاسی به رهبری نیاز داره که همه میدونن راه حلش رو پیدا کرد، ولی نه، به هیچ وجه هیچ. الان تمام همین علمای اعلام در قوم هم جنشن یه بیانیه بدن، 5% جامعه به باور من ممکنه در تاثیر قرار بگیرن، اونایی که نزدیک به حکومت هست و اون مهمه، نه که نباشه، ولی ما که رو اون نباید حساب باز کنیم. ما نباید جنبش روی این حساب باز نمیکنه که اون 5% که طرفدار حکومتن یا چسبیده به حکومتن رو چجوری جذب کنه. حکومت به مردم 90% این طرف هم به این تکیه میکنه. این یکی. اما در مورد مذهب واقعش اینه که تجربیات دنیا جلو ماست. خب این حکومت اومده به نام خدا و پیغمبر و اسلام و کیوکی 43 سال خون مردم رو کرده تو شیشه دیگه، این رو در بایستی نداره که. اینم که مردم روگردان شدن و بیزار شدن یه بخشی از مذهب و اسلام، نتیجه بحث های ایدئولوژیک و روشنگرانه من و شما و این دیگران نیستش که، با گوشت خود پوست خودشون ببینن. خواب نداره طرف، میبینه اذان بلندگوی مسجد پدرش در برده، با نام خدا و پیغمبر تجاوز میکنن، اعدام میکنن، زندگی رو مردم سلب کردن، زنان رو تحقیر میکنن. خب اینا داره میبینه دیگه، چه به بحث ایدئولوژیک نداره که این طرفا تجربه کرده. حالا یه عده‌ای هستن که از روز اول تونستن این رو فیلتر بکنن، بگن آها نه، ما به خدا و پیغمبر و اسلام هم اعتقاد داریم، اینا مسلمون نیستن. همونطور که خب تو آمریکا ما 5 میلیون حدودا مسلمون داریم، 4 میلیون هم چقد مسلمون داریم، به ندرت میشه کسی پیدا که اونجوری فکر کنه. میگن اونام، اینا میگن اونا جزء اسلام نیستن. بالاخره اینو این میتونیم من شما قبول نداشته باشیم. بیا اینجوری فکر میکنن. اینکه چند درصد جامعه است که ما خبر نداریم. من باورم اینه که ببین یه وقتی ازش ما به عنوان فرد، حتی روشن فکری که میاد بحث میکنه و اینا، میشه خیلی حرف رو زد. حق همه هم هست که با مذهب تا اونجایی که دلشون میخواد دشمنی بکنن، هر فحش و ناسزا هم که میخوان بدن. فحش و ناسزا بخشی از آزادی بیانه. این اما وقتی به عنوان کسی که مسئولیت سیاسی هم داره به خصوص توی این شرایط، برای من جای تردیده که آیا دشمنی کردن با کل مسلمان ها و اسلام و تحقیر کردن اونها کمک میکنه به جنبش. من اعتقاد دارم که این حکومت، این باور منه و بوده، این حکومت نمیره خودش کنار. این حکومت رو باید ساقط کرد. این حکومت هم با بقیه حکومت های دنیا متفاوته، یه موجودات پلیدی هستن. ما برای اینکه بتونیم این قده چرکین تاریخی رو از بدن جامعه ایران بکنیم و به زبالدان ابدی بندازیم، به همه انرژی ها همبستگی ها نیاز داریم. دعوای بی خود نباید بکنیم. ببین میگم حق هر کسی هر چی میخواد بگه بگه، یه جاهایی هم بعد آدم واقعا مرزبندی بکنه بیسته. دعوای بی خود را نندازیم. ما دنبال جلب نظر فلان آیت الله و فلان آخوند هم نیستیم، چون بهش که رو اینشتر حساب نباید باز بکنه.
دنبال دعوای بیهوده هم با کل مذهبیون و مسلمان ایران هم نیستیم، همونطور که در خاورمیانه نیستیم. بله مخالف حجاب اجباری، همه اینا درسته، اینا اجباریه، ما هم از اون طرف نمیخوام چیزی رو به کسی اجبار بکنیم، ولی من باورم اینه که حالا چقدر ما مسلمان چقدر باور دارن، چجوری این حکومت سقوط میکنه، اینا همه چیزایی که تعیین خواهد کرد در آینده چه جایگاهی باشه برای اسلام. در این تردیدی نیست که اسلام و هر مذهب دیگه هیچ وقت مردم رجعت نخواهند داد که در دولت دخالت بکنه، یعنی سکولاریسم، سکولاریسم کامل، مردم طرفدار اینن. حالا بعدش مثل اروپای بعد از انقلاب کبیر فرانسه، بعد از رنسانس، آرام آرام مذهب چه جایگاهی پیدا کرد، چند درصد جامعه، اون یه سوالی که آینده پاسخ خواهد داد. حالا بحث روشنفکری میشه کرد، نشست بحث کرد همه اینا رو کرد، ولی فی المجلس ما اینقدر مشکلات هست که نباید دنبال دردسر بی خود بگردیم. دشمن بی خود تا اونجا که میشه درست نکرد، بعد مرزبندی که بعد گفت دنبال جذب قشریون مذهبی هم نیستیم، ولی هنوز به باور من بخشی از جامعه، حالا چند درصدش که من خبر ندارم، هیچ کس نمیدونه، اینها به هیچ وجه با حکومت نیستن، اعتقادات مذهبی هم دارن. ما نباید اینجور جلو بدیم که آقا غیر ما بیان هر مذهبی رو به سلابه بکشیم، به زور روسری یا هر چی که هست رو، یا هر علامت مذهبی یا باور مذهبی رو حذف بکنیم. این کار درستی نیست، حکومت میتونه روش مانور بده، به باور من نباید بکنه. آجایی عزیز، اولا اگر کسی در این وسط با تشیع دشمنی کرده باشه، حکومت جمهوری اسلامی است، یعنی شخص خامنه‌ای است که تشیع رو سنگ رویت کرده، یعنی سکه یک پول کرده. ببینید الان این موضعی که جامعه در حساب روحانیت به خاطر چیه؟ به خاطر این جنایات است که اینا مرتکب شدن، آخوندهای دیدن که در مسند قضا نشستن، هر روز حکم اعدام میدن برای بچه های کم سن و سال ما، بچه های سالم ما، تندرست ما. توی این چند روزه میدید اینا چی کردن؟ حالا یا از اون برای قضیه رو ببینیم، این به نظرم خیلی مهمه. 89 روز از جنبش انقلابی داره میگذره، اینا 17,000 نفر رو دستگیر کردن، 500 نفر رو کشتن، شمار زیادی بچه رانا عکسی انداخته نشریه بیل، اگه آقای امیر شولتی رو شما دم عکس اولشه، عکس یک بچه کم سن و ساله که بدنش پر از ساچمه است، پر از ساچمه. میخوام ببینم در این 89 روز که مردم تحمل کردن، صبر کردن، پا به پا شدن، چشم دوختن، بلکه در خانه یکی از این آیات اعظام باز بشه، دریچه‌ای باز بشه، یعنی نیم نگاهی بکنم به وضعیت جامعه، نگاهی بکنم به خیابونها، ببینم این همه بدمنش، بدمستی و بدکاری ایادی حکومت رو در سرکوب مردم یک کلمه اعتراض بکنم، یه بیانیه بدم، یه فتوا منتشر کنم. آقا آقای دایی، اینا به خلای مردم هم کار داشتن، یه با پای راست باید بارد چه و بارد چه، به معاملات مردم کار داشتم، به ملک و املاک مردم کار داشتم، از مردم نزولات گرفتم، از مردم خمس گرفتم، مردم دست اینها رو طی قرنها گرفتم، به اینا آبرو دادن، به اینا حیثیت دادن. سر به زنگا برای اولین بار این ملت احتیاج پیدا کرد که 4 تا آخوند گنده پیدا بشه، اینایی که در نوشتن در انتشار فتوام که همه استادن، اغلب هم صاحب توضیح المسائل. آها اعتراض بکنم به این جنایت، به این همه جنایتی که توی این مدت صورت گرفته، مگه این مردم در آغاز چی میخواستن؟ من این معلم هایی که اومدن تو خیابون چی میخواست؟ چی طلب میکرد؟ و این اون کارگری که اومد بیرون چی گفت؟ چه شعار داد؟ گفت آقا 9 ماه حقوق نگرفتم، اومدن گرفتن زدنش. چون بگفته آقای خامنه‌ای توی مملکت کسی نباید ناراضی باشه که، اصلا این مملکت غرق در رضایته، هر کسی که من ناراضی نیستم دشمن نظامه، دشمن اسلامه. گرفتن انداختن زندان، کارگر انداختن زندان، معلم رو انداختن زندان، آموزگار رو انداختن، استاد دانشگاه رو، دانشجو رو،
گرفتن، کشتن، شکنجه دادن، زن و مرد فرقی نمی کنه. کار رسید به اینجا که حالا فحش رو دشنام میدن، چون دیدم این حکومت حرف حساب سرش نمیشه. من میگم از این مردم قضیه رو نگاه کنیم، اینا دارن دشمنی میکنن به مردم ایران، به آینده این مملکت. این نسل کشیده میبینن سکوت اختیار کرد. اما اگه ممکنه آخه ببخشید بزن. بله من که شخصا اعتقاد دارم که قدمن ترک بسیار اصلا ضربه اساسی خورده، نهاد روحانیت هم در ایران به باور من نابود شده، به حق هم نابود شده، شریک جنایت بوده، مردم رو بیچاره کردن. یه شخصیتی بود آقای الی ویزل، جایزه نوبل صلح برده بود، از شخصیت بسیار مورد احترام بود. این 12 سالش که بود به همراه پدر و مادر و خواهر کوچیکش اینا دستگیر شدن، فرستاده شدن به آشویتس، اردوگاه مرگ. همون شب اول مادر و خواهرش رو به کوره های آتش و کوره های آدمسوزی فرستادن. با پدرش فکر کنید 3 سال در یا 4 سال در اون اردوگاه مرگ کار میکردن. نزدیکایی که قبل چند ماه قبل از آزادیشون که شکست بخوره آلمان، جلوی چشم همه الیزن پدرش رو زیر کتک نازی‌ها کشتن. ایشون بعدن اومد بیرون و خب با اون خشم و عصبانیت و ناراحتی که بود و آرام آرام تبدیل شد به منادی صلح. با یهودی هم خیلی همکاری میکرد، یهودی هم ماند. ولی اون کتاب معروفیش که داره، کتاب معروفی که داره که با این شروع میشه که من همون شب اول جلوی چشم من خواهر و مادر من دود شدن به هوا رفتن. و اون جنایت ها رو بعد میگه، میگه اگر خدایی وجود داشته باشه بعد بیا جلوی من زانو بزنه، جلوی بقیه هم زانو بزنه، معذرت به خود از ما. این الویدل بود و منادی صلح شد. طبیعتا ما جنایاتی که در داخل ایران توی 43 سال شده یه بخش کوچکش رو خبر شدیم که به نام خدا و پیغمبر اسلام زیر این پرچم مردم به سلابه کشیدن. تردید نبود که نهاد روحانیت رو بین خواهد رفت و مذهب ضربه اساسی در ایران خورده. حالا چقدر مونده دیگه اون رو ما وظیفه من یا کسی دیگه، این حفظ اسلام نیستش که. من فقط میگم دشمنی که بی خود نکنیم به اندازه کافی دافعه هست، جاده خاکی به اصطلاح من. وگرنه جنایت تینا کردن که آقای میبون چجوری میشه توجیه کرد، چجوری میشه توجیه کرد واقعا؟ نه اون سخن شما که کاملا به جاست که واقعا نباید دشمن تراشی کرد، کما اینکه همین الان در بیرون از ایران این دیوارکشی هایی که داره صورت میگیره بین شخصیت های مختلف، بعد اغلب کسانی که در این زمینه دارن تلاش میکنن به عنوان رقیب میبینن و این به نظرم نقض قرض. اینا همه ثروت های ما هستن، این ثروت ها باید یک کاسه بشن، قدرت ملت ما رو بیشتر بکنن، اینا سرمایه ما هستن. یادمه یکی از خوانندگان خیلی معروفی که تصدیقا کنسرتاش رو تبدیل کرده بود محل اعتراض و علاقه هم در هر کنسرتی رفت هزارها نفر با هم هم نوایی کردن، در محکوم کردن جمهوری اسلامی، در رسا کردن صدای جنبش. و اینجا اونجا دارم این حمله میکنم، حمله اینجا اونجا. آقا اینا ثروتهای جنبشن، این خواننده، این سوپر استار ثروت این جنبشه. حالا که اومده وسط داره از داره شهرت خودش رو، محبوبیت خودش رو، کارهای هنری خودش رو داره هزینه میکنه برای جنبش. بنابراین اون بخش از این جنبشه و تصادفا صدای مهمی، صدای رسایی هم داره. چرا باید این رو حذف بکنی؟ چرا با قدرت دافع همون قوی و نیرومنده، چرا نمیخوام تبدیل به قدرت جاذب باشیم، جذب بکنیم همه رو، نگذاریم کسی پشت در بمونه؟ من با نظر شما کاملا موافقم، دشمن تراشی و کارهای از این دست کاملا، ولی اون توقع هم هست و بعد هم اگه واقعا به کسی اعتراض وارده در زمینه تضعیف مذهب یا لوس کردن مذهب یا سکه پول کردن مذهب، آدرس کاخ رهبری جمهوری اسلامی. با
اونا بودن، مردم میشن که کاری نکردن که. دایی عزیز ممنونم از شما آقای شورتی، تشکر میکنم از حضور شما، مثل همیشه خیلی آموزنده بود. آقای دایی ممنونم از توصیه آخرتون، دشمن تراشیل بی خودی نباید کرد، کاملا درسته، من با این موافقم. آقای شورتی خیلی ممنون. آقای شورتی دایی نمره خوبم بدیم با آقای شورتی بله؟ 20 از 20 دیگه، قبلا بود 23 دیگه، برگشتیم به همون نمره های کلاسیک و سنتی. امیدوارم هفته دیگه اخبار خوب همینجوری که داشتیم این هفته ادامه پیدا کنه، نمره ایشون هم میشه 21 از 21. آقا جنبش در اوج، در بیرون از ایران در اوج. ممنونیم از همه زنان و مردان این مملکت و سرزمینمون. تشکر کنم از سارا ایرانی عزیز و شما هم محترم.